بشم هشم نعصه و نستیخ تورا و مشه مراشا قهیلت یعقوب به ذات هشم ادامه میدیم قدر و منزلت و ارزش و مقام نوارخ رو میدراش میفرماید آمر اقدش برخول هم اسرائیل فرمود خداوند به جامعه اسرائیل آمر تیلاخم تخلو به تیسبه و به توارخو اتشمی به بیرکت امازون گفتم به شما بخورید و سیر شوید و تبرک بگویید نام من رو در بیرکت تمازون و من به شما قول میدم که دور میکنم از میان شما تمام بیماری های بد رو و ریبی من دل میریم نوب میفرماد یه بار خطلخ میخوا و اتمه و سیروتی مخلا میگیر بخوا قسمت اول این پاسخ رو اجرا کنید یعنی خدا رو به خاطر اون نون آبی که بهتون داده شکر بگید و قسمت دوم رو من براتون اجرا میکنم که میفرماد دور میکنم بیماری رو از میان شما ما رو با میفرماید موقعی که یکی حودی نبارخ رو میخونه با کوانا اون خوراکی هایی که میخوره مبدل میشه به رفوا و تمام بیماری هاش رو شفا میده و عروخ شورخان می نویسه با آرامی نوارخ رو بگه مثل شمردن جواهرات به همون علاقه ای که غذا میخورده غذای خوشمزه با شادی و عشق هم نوارخش رو بخونه سپاس خدا بگه و شکر بگه او رو به خاطر نعمات بیکرانی که در اختیارش قرار داده و اینکه تونسته بخوره و سیر بشه سفاریم قدوشیم می نویسن که کل از ظاهیر به برکت امازون زخه لریخوت یا می بشانیم هر کسی که دقت و توجه داره در خوندن نوارخ به درستی موفق میشه به طول عمر روزها و سالهای زندگی او طولانی خواهند شد اگرام شخت مشورت میداد به هر کسی که نزد ایشون میومد که بهشون میگفت بر خودتون قبول کنید که نوارخ رو با کوانا بخونید که این سگولا و امتیاز بسیار عالی و برجسته است و امتحان شده است تجربه شده است که انسان رو از تمام انواع سختی ها خلاص میکنه و یسوریم ها رو از انسان دور میکنه خافظ خاییم زمانی نزد ایشون رفتن دیدن که نوارخ خوندنشون رو به ساعت طول کشید و صورت هگرام شخ نورانی شد از شادی و عرب خابس پرسیدن که این شادی برای چیه؟ فهمودن کسی که نوارخ رو چون حلاخا میخونه نیتن لزکود لسلاخا به خول هاین یعنی. میتونه به دست دیار موفقیت رو در تمام موارد زندگیش روزی او به راحتی به دستش میاد و طول عمر پیدا میکنه با همه خوبیا. خب اسخایم میفهمودن که در زمانی که یک فرد یهودی میسوایی رو انجام میده ات راتسون گادون این زمان رضا و رحمته و ارتفیلایی که انسان میخونه بسیار تأثیر گذار و نافذ هست بعد از اینکه میسوا انجام داده رضایت خدا رو فراهم کرده سگولا گدولا امتیاز بزرگی است که تفیلای انسان مقبول بیفته به درگاه حق دشبار خوب بنابراین بعد از نوارخ قسمت آرخمان رو معین کردن که ما انواع و اقسام دعاها و خواهشها رو از خداوند میکنیم و میتونیم حتی در اون پایان ما موردهایی هم که خودمون دوست داریم اضافه کنیم بر طبق اون نیتی که انسان در خوندن نوارخ میبنده همونطور جواب خواهشهاش رو خواهند داد باز در میدراش میفرماید که بیرکت امازون معله خن الها آدم آبروی انسان رو بالا میبره و خداوند با او با خصلت احسان و رحمت برخورد میکنه ایسا ادونای پانا ولخا خونه کا اگر دشبارو میفرماید اونها بر خودشون سخت گرفتن که در خوردن کزایت نون اونها نوارخ رو میگن من هم روی اونها رو میگیرم و به اونها لطف و عنایت میکنم سوهر اقادوش می که کسی که نواره رو با کبانا می خونه موفق میشه به یک گن خاص و ویژه اون براخه محافظت میکنن از او و همراهی میکنن او رو به خانه آخرتش و اعلام میکنن بر او این کسی است که سپاس و مت خداوند رو گفته همچنین کرمها در قبر به او نزدیک نمیشن و ملاخیمی که آفریده میشن از بیرکت امازون محافظت و نگهداری میکنن از او که هیچ آسیبی به او نرسه اون فردی که نوارخ رو با دقت میخونه موفق میشه که شرکت کنه در شادی ویژه‌ای که خداوند انجام میده برای صدقین در آتیدلاوو علیزاده میفرمایند که اون فردی که دقت میکنه نیت میبنده میفهمه معنی مطالب نوارخ رو و بر هزار در اون میتونه موفق بشه به روح خودش سفر انهاگوت صدیقیم مینویسه که شایسته است هر کس یک میسوایی رو بر خودش بپذیره و اون رو کامل انجام بده چه بهتر که میسوای دقت و توجه و به درستی خوندن نوارخ رو بر خودش قبول کنه که متاسفانه هستند افرادی که به این مهم بی اهمیت هستن ماگه نوران مبارخ به کوانا مقارب گولا کسی که نوارخ رو با کوانا میخونه و همینطور هر براخای دیگر رو گئولا رو نزدیک میکنه زیرا اصل طولانی شدن گالوت ما به خاطر اینه که براخه ها رو اونطوری اون که شایسته و بایسته است نمیخونن ارخود خاییم میفرماید خوب است که پدر با فرزندانش نوارخ رو کلمه به کلمه بخونه و معنی و توضیح اون نوارخ رو برای اونها بگه حالا آره وقت داشت موشه میفرماید بیر که تمازون میتوخه کتاب مگنه بیفنه سریفوت یعنی که بیرکت امازون رو از روی سیدور خوندن این باعث میشه که سپر بشه در جلو آتش سوزی با این همه توضیح و تفسیری که از مقام و منزلت نوارخ کردیم جایی نمیمونه مگر اینکه ما نوارخ رو به بریندر با دقت توجه و حساسیت خاص بخونیم با این توضیحات ما متوجه شدیم که هر خواسته ای داریم با خواندن درست و به جای نوارخ به همه خواسته همون میرسیم باز تأکید میکنم که ما نوارخ رو به خاطر اجرای دستور تورا و رضایت پروردگار میخونیم ولی بدونیم که این همه برجستگی و سگولا در درست خواندن نوارخ وجود داره میبینیم که اگر فرزند میخوایم خدا بند به ما فرزند میده اگه میخوایم بچه هامون در راه هشم باشن بچه های ما در راه حشم قرار میگیرند اگر برکت می در کار کسبمون اگر سلامتی می اگر طول عمر می اگر ما می خواهیم در کارهامون موفق بشیم و الی آخر هر خواسته ای داریم با درست خوندن نوارخ و دقت در بیان سعی او و توجه به معنی و نیت بستن در کلماتش میتونیم انشاءالله به هر خواسته ای داریم برسیم توجه خاص باید داشته باشیم که وقتی به عزت غذای ما براخا شد و سعودای ما پایان گرفت معطل نکنیم برای خوندن نوارخ چون ممکنه مخصوصا شبهای شبات خوابمون بگیره و یا اینکه فراموش کنیم نوارخ رو بگیم بلکه از زودتر در پایان نوارخ این میسوای بزرگ رو انجام بدیم و او رو پشت دل نندازیم و معطل نکنیم و نکته دیگر اینکه میسوای زیمون یعنی اگر سه براخا باشیم و بتونیم نوارخ شاهر خلنو بگیم این مقام و منظرت نوارخ ما رو بسیار بالا میبره و حلقه مربوط به خودش داره که اون هم لازم به یاد گرفتن و آموزش از متاسفانه بعضی فکر میکنن با جواب نوارخ شاهر خلنو میشه تو اگادل تامید خاینو دیگه از خوندن نوارخ معاف میشن ولی باید بدونن میسوای زیمون یعنی گفتن نوارخ شاهر خلنو با میسوای نوارخ جدا از هم هست بلکه نوارخ میسوای خودش رو داره و اگر به این میسوای نوارخ میسوای نوارخ خلنو اضافه بشه اگر سه براخا باشیم یا اگر ده براخا باشیم نوارخ الوکنو گفته بشه که از عظمت و منزلت ویژه و خاصی برخورداره همچنان که آراب بنیش خیز دستل میفهمایند که همیشه انسان بگرده ببینه آیا میتونه سه براخا رو جمع کنه که نوارخ شاه خلو بگه و صد البته اگر بتونه نوارخ خلو کنو بگه بنابراین گفتن باروخ شاه خلو جایگزینی برای نوارخ نیست بلکه باید هر کسی چه خانم ها چه آقایون و چه بچه ها همه برای خودشون نوارخ رو در صورتی که کزایت نون خوردن بخونن و این میسوای بزرگ رو به هیچ وجه به تاخیر نندازن یا از دست نداد امیدواریم که بتونیم بندگان سپاسگزار درگاه اقادش خوب باشیم و به درستی براخه ها رو بگیم چه براخه های اول چه براخه های آخر و همینطور نوارخ رو در صدر و اولویت همه کارهامون قرار بدیم به امید موفقیت و سلامتی روزافزون همه جامعه